ای بچه ها، یا الله، بچه های محل ما، یا الله، خوب میدونین به من میگن موچول خان. بشکن و بالا بران، بشکن، من موچول خانم. بشکن ای مالی جانم، بشکن، من میرقصونم. بشکن، من میخندونم. قربون همتون برم الهی، چطوری دور من جمع شدم؟ آی بچه های جون جونم، آی قنچه های خندونم، آی نقلای بیابونم، با این که هر جا ویلونم، موچول خانم، موچول خانم، موچول خانم، موچول خانم. میخوام عروسی بکنم ایشالله، میخوام روبوسی بکنم ایشالله، منم میخوام دوماد بشم ایشالله، میخوام شاخ شمشاد بشم ایشالله. علکی خوشم من، اهل قشقشم من، آخ نمیدونی چقدر خشم من، همش توی قوز و توی کشم من، نمیدونی ای ریزه چه می کشم من. یعنی از دست ملی جون ها، نه از دست شما، شما که آدم نیستین. دلم میخواد زن بگیرم ایشالله، من وصله تم بگیرم ایشالله، نوگل گلشن بگیرم ایشالله، یار سیمین تم میخندونم اینجوری ها. ببین بگیرم ایشالله، بشکن، من موچول خانم. بشکن ای مالی جانم، بشکن، من میرقصونم. بشکن بریم دنبال یه خواننده دیگه، من وقت ندارم. میگم باش که داریم میره این سر رو پوکی دیده بارمون سنار بخوره تو قطعه زهر مار بچه خونه باتمن درست کردن، من کرای دادنشون چه تا بچه بیستن تو خونه کودکستان درست کردن، برین گمشین برین ببینم یکی خبری که باید بابا بای خونه رو سری کشتی. مگه من مگه به جاب گیره بردی چو چار دیواری برید مگه مفتی نشستیم کرایه تو میگیری کدوم کرایه؟ مگه قرار نبود همیشه دو ماه کرایه پیش بدی؟ ما هم که نقد دادی ما مرد اجابی سبه نمه چه خبرته؟ گربون آدم چسبه، این یعنی این که یک ماه کرایه تون عقب افتاده. بنده یه ناشاک یه خودم به تو میگن و من مردم چارما چارما کرایه نمیگن، کرایه هاشون عقب میدازن تا زید دو 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 من از اونها شیرم بابا یه بمانیم به موقع کرایه به تو پیش دادم به جون پدرت. چه مزخرف میگی؟ کجا سه ماه پیش دادی؟ مگه من نگفتم من همیشه دو ماه کرایه پیش میگیرم؟ چرا؟ تا چه تاریخی کرایه دادی؟ او تا آخر دو ماه. با این حساب پس چجور سه ماه کرایه طلب کاری؟ ای خدا جونم این چقدر خنگه. برای این که من هر جا که بودم همیشه پنج ماه کرایه رو عقب مینداختم، اینجا فقط خنگ خدا دو ماه عقب انداختم، پس مثل این میمونه که سه ماه پیش دادم دیگه. اگه حساب بلد نیستی یه دونه حسابدار استخدام کن. تو هر روز هم خودتو ناراحت میکنی هم مستاجراتو. راست میگه دیگه، پس تو خودتو نخود آش کردی. میخواستم بگم شما خیالت راحت باشه، من ضامنش میشم، اگه تا آخر برج نداد از من بگیری. به به خجب ضامن معتبری، موش تو لونه نمیرفت یه جارو هم به دنبش میبند. پسر تو پول اتوبوست هم نداری که بگی، اون وقت میخوای کرایه عقب افتاده یه این پوز ملوکو بدی.
خودش مثل عبدالشرخر میونه به ما میگه بوزمالا بیزده چشم میخوای پاسبان صدا کنم بدم ببرمت زندون خلاصه من این حرفا و مزخرفات سرم نمیشه تا چند روز دیگه اگه اجارتو دادی دادی و الا دومتو بگیرم باشه قربان مسک هوا پسه اصلا پدر شما حرف حساب سرت نمیشه ببر دهنتو اینم به سری شده برای من مدعی اوی پوزمولوک خوب فکراتو بکن اگه نمیتونی درست حساب کرایتو بدی جلو پرستو جمع کن برو تو هم اینجوری من از سفر ظلمه رو نگاه کن از امروز دیگه کفتم بهت نمیدم چقدر از صبحشون باید حرص بخورم هر کسی یه جور بخواد پول منو بخوره ناشر خان مردشون هرچی من چند ببره بیا بابا آخه یا چیزی به بابا باید بگو والا چی بگم حرف منو که گوش نمیکنه از صبح که پامیشه همین تو پرپاچه مردم رو میکنه هرس پول داره دیوونش میکنه روزی 4-5 هزار تومن آیدیشه اون وقت واسه خاطر مایی 20 تومن اینطور هرس میکنه خلاصه من از طرف بابام از همه تون معذرت میخوام خداحافظ خداحافظ بشم باره دیگه خجارت بکن ایداد بیداد در ریم که امروز هوا خیلی پسه یا دفعه به تو گفتم این بشنه به درد تو نمیخوره اینقدر پیشیل و پالونش نجام این بشنه یه بلنگار به درد هیچ کاری نمیخوره الان چند وقتی که بیکار دوله حاکم خندقه خب که پیدا میکنه کار پیدا میکنه اگه غیرت داشته تو تا حالا پیدا کرده بود اصلا این کاری از دستش بر نمیاد این باشه زیر گل خوبه یکی رو میخواد که از اعماقش رو بکش با بالا نه بابا بیچاره خیلی واسه کار این در اون در میزنه بیچاره خیلی بد شانسه تازه خودت چه کاری از دستت برمیاد من پنگوشتم هنر میباره چه خبره که بی حیا چیه معلومه که خنده داره اگه سرکار از همه انگشتاتون هنر میریزه چرا خودتو به اون دکون بقالی فکسنی چسبوندی و ولش نمیکنی نکنم بابا بابا چانسی چطوریه به شما که میرسه اسمش بدشانسیه اما برای اون بیچاره ای بدبخت تنبلی آدم بی خودی زنده است 5 تنها میخواد که خودشو ببنده بهش بره اون دنیا لات عاشق منو میگی من نشه تونم رو گردی اون مفنگی نمیزدم آخه شما عقلتون کجا رفته من که کاشبیه درستی ندارم نه ندم که تو خونه هست تو هم که روزی 10 ساعت یه لنگه پا با میسی و سوزن سطح یه گاش میزنی اگه قرار باشه که تو هم به یک کسی شوهر بکنی که آه در وسط نداشته باشه با ناله سودا کنه دیگه فاتحه همون خونده هست اگه منو میگی اگه از گشنگی بمیرم بهتره تا نون توماتو بخوری آش داره شره بر میگه منظورم این بود که مریه باید زنی یه کسی بشه که در دستش به دهنش برسه نه اینکه خودش شوهرش و بال گردن ما باشن میفهمی یا نه چی میگم مطمئن باشی این بال گردن شماها نمیشم هر دومو کار میکنی تو تازه اگه جفتتون هم کار کنین همیشه هشتتون گرو نهتونه در صورت اینجا میدونم اگه با اونش باید شوهر کنم هر شب شما چلو کباب نه خنگ خدا من تنها نمیخورم تو هم کوف میکنی چلو کباب چه سهله اگه سر تو پاشم جواهر بریزن من زن اون قلتشن بابا از این جوونه همینطور مرد چم میکنم فهمیدی یه چایی باشه من بریز تازه بشه تو نمیخوره اون بابا بایی بیشه من نداری که اره خونه هشه بده چطور میتونه دوره اداره من جای اون بودم خودم با خود خودم به بگر میزدم تو خان فکر چی هستی؟ تنها مفش آویزونه اما من دل جرعتش ندارم دل جرعت نمیخواست تنها که بنده به گردنت فورم فلنگو میبندی اون دنیا یالا چرا مرکلی ببین بس تنها مفت گردنم مفت بزن بمیر یالا با خدایا خودم به خودت سپردم فورم فلنگو میبندیم اون دنیا لاهی با امید تو بریم بیریم خودکشی چه مزید داره خدای شد الحمدلله چه آخر آمده خیلی شدیم بابا ماما چون خانجاتی چی کار داری بکنیم بدبخت بینوا دل جرأت داشته باش این عالی ترین کاره ماما اگه از زندگی سیر شدی ببین بیچاره آره برای این که موچول خان تو این دنیا هیچی نداره تو آقا پیری به هم میگی بیغباره دخترت هم که به ما نمیدی پس خودکشی بهترین کاره مگه نه پیره برای ریشاره آره برای تو خودکشی به بهترین کاره ای آجر پاره
پس بیا به ما کمک کن که ثواب داره. باشه، حالا که میخوای خودتو بکشی ثواب داره که روی یه تیکه کاغذ بنویسی که موچول شکایت ها داره. تو جون میکنی یا داری حرف میزنی؟ ببری الهی. از این میشبار بیقبانه راست گفتی ای اجراره. اگه زن بودی بهت میگفتم ای آتش پاره، مداد و کاغذ بده که موچول وقت نداره، باید زود فلنگو ببنده که بره، خیلی کار داره. آجام این کاغذم اینم مداد بدید، بنویس که باعث خون من این میزبان ببوری الهی بی پول داره. باشه، این جانب موچول فرزند نواره از دست این میزجبار بیغباره، خودکشی کردم، کسی دیگه هم تقصیر نداره. اینم امضای موچول خان کله داره. بیا مال تو نفروشی امضا ما. قربون دشت، حالا اگه کمک از من برمیاد بگو، خجالت نکش، فهمید که این حقیرت هیچ تاریخ نداره. باشه، این صندلی را زیر پام بردار که موچول زودتر بره اون دنیا، واسه اینکه دیگه چاره نداره. ای بچه‌ش خدافظ، ای زنده ها خدافظ حامی. نه خدا بیره کردم، برد کردم، دارم برده میشم بابا، بیره کردم. داشتم میمردم، داشتم خفه میشدم. دیدی موچول خان تو مردنم شانس نداره، کس که شانس نداره تناب دارشم میشه باره. آسه نخو بابا، با اراده با من خودم یادت میدم، خود کشید داشت یار را داره. را بیوف بریم موچول خان، این که دیگه کاری نداره. ببینم خوشحالی که داماده دیگه سرخره نداره. آره موچول خدار، چه دیدی؟ شاید در این دنیا موفقیت زیادی کسب کنیم. بعضی ها در این دنیا خوشبختن، تو از اونا هستی که در اون دنیا خوشبخت میشی. بد دارم. خب یا رسولی آقستم. خب آقا موچول، راستاتی نخواهی خودتو نفلت. آره بله، پس چرا هیچ بولی میخوری؟ چرا معطلی؟ حالا چه عجله‌ای داری؟ اصلا تو کی هستی که با من حرف میزنی؟ راست بگی برو، میخوام نقشم بکشم. خیال میکنه خودکشی آسونه؟ مگه من پشم؟ این که دیگه نقشه نداره. تماشا کن وسط خیابون رو، ببین اونجا رو بجور خواهد. ببین ماشینا رو، تماشا کن. خودم بندازم زیر ماشین، دردم نیاد خدا جون. الله، هر چی باد آباد برو بری. از این کامیون های ده چرخه خودت بفرست از درگاه خیبه، بلکه مال مثل لواشه که آلو پتبند برو بری. نخت رو نمیاد، حالا که ها میخواهیم نمیاد، وقتی نمیخواهیم دن برنگ من که زیر این فنگلی ها نمیرم. کس شنه حالا من مثلا مردم، اینجام لابد بهشته، پس هوریاش گوشم، مردمم شانس میخواد موچول خان. مرز هی میخنده، خیال میکنه من مسخرم. حالا یه جوری خودم میکشم که پدرت هم خواب ندیده باشه. از این بر برم خب برم، از این بر برم خودکشی. روزی یکی بیشتر نخواهید، خطر داره. خیلی خب، شما چی میخواستید؟ یافتید موچول خان، برو به طرف سرای جاودانی، دو دقیقه یه نفس کشتن یادت میده. راحت راحت. خب ایک خورشید، خدا حافظ دیگه، از این بعد مهتاب میبینم. خب یارو کن روزی یکی که جا بی جا همین را هست. این در بسن آخه چقدر خوشمزه بود این سم، اگه میدونستم بیشتر میخورم. ای چرا همچین شدم من؟ نکنه خدای نکرده بمیرم. موچول خان دل جرعت داشته باز.
من دارم میمیرم، میگه دل جرأت داشته باش، حیف نیست که من بمیرم. ملیحه رو بگو قصه من دق میکنه. نه شما خیالتون از طرف ملیحه راحت باشه، عشق اینه که من آمادم و دیدم و پسندیدم. حالا وقتی که ایشالله عروسی سر گرفت و به سلامتی ملیحه رو بردید منزلتون، متوجه میشین که اونم شما رو گوش داره. بله، در هر صورت همین که ما رو به قلومی قبول کردین، تا آخر عمر ما چاکرتون هستیم. هر کاری هم از دستمون بر بیاد واسه شما کوتاهی نمی کنیم. آخه چجوری بابام راضیش کنم که چند روز دست نگه داره؟ بابام خیال میکنه من 40 سالمه، ترشیده شدم. حیفه موچول نیست که آدم زره اون گندهه بشه. آره والا حیفه، گناه داره. اون وقت اون دنیا ملیحه جونم از من بازخواست میکنه. چه ای کوچوله تنبل، اگه دنبال کار رفته بودی بی پول نبودی، بابا من منو شوهر نمیدا که منم قصه دقه کنم. ای وای چه دلندرونم اینجوری میشه، حکما سمه داره کار صورت میده. بیداد بیداد، آهای بیان بچه ها به دادم برسین، من سم خوردم، کمک کنین، میخواستم خودکشی کنم. بابا پشیمان شدم، پشیمانی حلال بودی میطلبم، تو رو به خدا من حلال کنی. من دیگه دم آخرم، من دارم میمیرم، چه خاکی به سرم کنم؟ منو نجات بدید ای بچه ها. خدا حافظ. چه خبرت مگه سرم بردی؟ خبر بدم که بوشون سم خورده چه میمیرم. نه کجا چی کنم؟ بگم چه خاکی به سرم جی؟ یه چیزی بیاریم منو به در این روح بورانگ ها میگن چی میگن؟ یه کمی زود باشیم زود آشیم یلا بچه ها خدا آفد میگن، خدا آفد. اگر بار گرام بودیم و رفتیم، اگر نامهربان بودیم و رفتیم، اگر احیانا من مردم سر قبرم بیاین گل بریزید. فهمیدی بچه ها؟ به خدا سپردم تو آی پاسمان اصلا خیلی متشکرم. دارم حلال بودی با این همه مهربانی خدایا دیگر نمیخواهد او مرا، مردم زبی هم زبانی خدایا او می گریزد من چرا، با این غم جاودانیم آخر کجا می کشانیم. ای جلوه زندگی تایی زندگانیم، کنون که از غمت فریشم نهاده به حال خیشم، به خاطر تنهایی من مرا به یاد آور، که پر کنم ساغر ز خون دل هر شب از غم تو. به هر کجا رفتی مرا به یاد آور، که یک زمان بودم همدم تو. با این همه مهربانی خدایا دیگر نمیخواهد او مرا، مردم زبی هم زبانی خدایا او میگریزد من چرا.
که نمادیم و زنده موندیم بازم چشمون بین آسمون و نور و خورشید افتاد. آهی یه حس ندارم، نرو آقا هم قوت ندارم. آهی چکم بیا اینم پول تاکسی. خدا عوضت بزن، خدا عزت زیاد کن. برو تاکسی. بایدم نرو میگم. نه من با تاکسی نمیرم، سر کن من پیادشم. چی شد؟ صبر کن اون تکمانین رد کن تکمانین. یالا من عادت دارم پیاده رو برم. اگه با خوشگی شانس مسافر رو یه تکمانی کاسبی کردی سیان. این چیه؟ منو چینجا چطوره؟ حساب کن زیغم کدوم دفعه ما نزیه بردیم که این دفعه دومش باشه؟ خدا زنده بذاره این وجود و این بازوها رو مثل موتکای پر قو میمونه. این بازوها رو میبینی؟ همین بازوهاست که میتونه این پولا رو در بیاره. فهمیدی داداش؟ بگیر هفت قرونش بابت حساب قبلیت برمیدارم، 3000ش بابت نصف نون آلات. خب امروز نهارم که نون خالیه. خیال میکنی ما نداریم؟ به جون خود نباشه، به جون اون پدرت. همین یه ساعت پیش یه مرغ درسته دادم کباب کردن حلاب حلاب خوردم. مثل اینکه خدا خواسته وضعیت رو به راه شده. خلاصه ما رو میبخشی اگه جسارت مسارتی کردیم. این مغازه ما متعلق به خودتونه. باشه قبالش به نیست بیام تحویل بگیرم. چه تاروهایی میکنه. بچه ها من اومدم. چه از مریض خونه اومدی؟ چه شده؟ چرا انقدر ناراحت؟ هیچی، باز بچه ها دنبالم کرده بودن که براشون آواز بخونم، منم حوصله نداشتم فرار کردم. آره داشتم میومدم مریض خونه دنباله. خب الان حالت خوبه؟ آره. ببین بیا بریم اونجا با هم حرف بزنیم. بریم؟ بیا بریم قرونه درم لاهی بشین در اونجا. آره همینجا خوبه. آهای خدا خیلی خوبه اینجا. ببینم مگه تو من دوست نداری؟ چرا؟ دخ چمشاشو خدا اشبازی من خجالت میمیرم. خیلی میگره من دوستم داری یا نه؟ چرا؟ خیلی. پس چرا میخواستی خودتو بکشی؟ آخه بابا تو رو میخواد بگیره. آره اما من به مادرم گفتم زن اون گوله بیابونی نمیشم، اصلا مادرم هم دوست داره من زن تو بشم. ای خدا جونم چه حرفای خوبی میشنافم. دلم میخواست الان دوتایی با هم دیگه پر در بیاریم بریم تو آسمون ها قاطی کل آقا بشیم. قربون اون چشمات برم الهی که اینجور زلزل به من نگاه میکنه. دلم میخواد الان داد بکشم، بچه ها رو خبردار کنم، بزنم، برستم. بگم موچول خان از همین امروز میره دنبال کار، کار میکنه، عرق میریزه، پولدار میشه، دیگه بابات نمیتونه بگه موچول بیکاره. جانم، یه وقت خواهم تو رخه اما این عشق من برات دا میکنم. کارم چه سخته اما این عشق من برات دا میکنم. سرم و بالا میکنم خواهش از خدا میکنم. میگم الهی که بهت کار بدن، بهت یه کار ریاب رو دار بدن. الهی از کارت گره با بشه، بعد خواه تو هر که یه رسوا بشه. ایشالله همین دکون قبولت کنه، همین دکون صاحب پولت کنه. بشی رو سفید خنده بلا باشی مثل آجل مشکل
بکشا ورای تو خیرات کنم صفره برا بندازم خیرات کنم برا سیمیا چکر به شاهد نزنی صفره رحمه یارش نشه بی انسان تا اینجا که نایمده خب مالی هم ای پسر کجا؟ باز که داری مثل مشمرده ها فرار میکنی سلام و زهر مار حالا کارت به اینجا رسیده که کاغذ مینویسی از دست مزفر خودم و کشتم و امضا موچو نه خیر میدونین چیه قربان یعنی شما درست حسابی نمیدونین من چی میگم من میدونین نمیدونین سرم نمیشه خلاصه بهت بگم ای این دفعه خواستی بدون دادن کرایه اتاقت خودتو بکشی من با صد اجرایه صادر میکنم نشتم بدم به دار بدارم بدم دار فهمیدی؟ باشه قربان من وصیت میکنم بعد از مرگم نشم بدن به شما دوله موقوف اصلا برو از جلو چشم من گم شو و الا خفم میکنم برم خفم نکنم خونه که نسته بلو خونه هست دروازه بی تو ای خدا جان دندان رندم دادم دندان ای خدا جون منو درسته قربون ملیه جونم بگن که من راحت شم والا پدر جون من متقلبه یه دفعه دیگه بیا اجازه بیای تو اتاقم دوم به تو میگیرم از خونه میندازمت بیرون آخه روز ازت پول میخوام میگی شب شب میخوام میگی روز پس من پول تحصیل مدرسه ما از کی بگیرم برم گدایی کنم هر درک اسفل و سافلیلی میخوای بگیری بگیر ندارم من یه چند سال باید خرجتو بدم اصلا بچه نفر میدارم خدا مردم از دست این بزاره یه نفر پسر خیال میکنه پول علف خرشه پسره موزه خیال میکنه میدارم پولای نازنینم و بدوزه میذارم شما گروبت گفت و قلبمه آخه هیچ کس نمیتونه شما را از دست من بگیره شما قوت جون منه قوت قلب منه این 100,000 تومن تضمین میرم بذارم زیر متکام تا صبح خیالم راحت بشه برم خونه هره بخرم با اون ساختمون میتونم شما را 5 برابر بکنم 6 برابر بکنم اگه زنده بمونم انشالله تا یه سال دیگه 10 برابرتون میکنم حتما زنده میمونم هر طبقه 4 اتاق داره هر اتاقش به یکی اجاره میدم فضایلم تشنهت ببینم آقا این یک کمی تونته بله بینم خانو برو جلو هرچی مارت کنه بنش بیاد دبه لولش هم سن آقا میگی چی کار کنم بیرم 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 آقا بده بینیم تو بفرمایم خانو یک کمی تونته خانو جو برو بالا بده آقا بده بینیم تو بده بینم بیا بینم آقا این یک کمی دارن کنو ته من جانم آقا یه قدم داره برو کنار مثل سیه سکندر وایده آقا زیر باش آقا مواظب جیبتو باشی چی اتفاقی افتاده یه خود فاصله بگی بچه چرا این خودتو میچسبونی به من چشم آقا جون تو هم مواظب جیبت باش بپا نزنه خوب شد گفتی آره نه چیزی ندارم بزن دستمال که هست و یکی روزنامه هم داشتم که آثار سی توش بود ببینم پوشش اینه گرونش برم الهی خب من خیالم راحته یارو داره با این چه بعضه بایی سادن آقا شما اون جلو راحت ترین بفرمین جلو خواهش بکنم بفرمین جیبم و زدن همین یارو جیبم و زدن همین یارو خودم دیدم که دستت رفت توی جیب من آقا چرا توهین میکنی؟ من به تو توهین نکردم آخر مردم شاهد باشی این عینکیه جیب منو زده جیب منو زده نه فهمیدم چه کسی جیب شما رو زده خجالت بکش بیره من باره شما میبینم باره آقا الان خودم آقا جون دوزه کیف و تحویلت میدم بگو اینا پیری تو کیفا چی بود؟ میگم پولم رو زدن پولم رو برگ چقدر که نباره پولم رو زدن حالا چقدر بوده که اقعا با توشا ترگلوت میندازی؟ 100 تومن 200 تومن میخوای چه کنی که چقدر بوده؟ انقدر بوده که پدر بی پدرت هم به خواب ندیده فهم
خدا ساکر خواهش میکنم اجازه بدیم ببینم آقا چی میگه. خب آقا جو اول به فرمیش به کی شک داری؟ من؟ به همه. اول به این عینکی گشنه، بعدم به این پسره جوالق. به من فدا. شاهد باشین آقایون، من از این آقا شاکی هستم، ادعای شرف میکنم. شما ناراحت نباشید قربونه، اون سرد باشین الان درست کنم. متشکرم. گوش کنین آقایون، این آقا میگه پولمو زدم. بله زدم. دوستم که یه نفر بیشتر نی، از این ماشینم که بیرون نرفته. حالا برای این که خیالی آقام راحت بشه جیب همه رو میکردی. اصلا هر کی جیب بغل دستی خودش بگرده. گوش به فرمان من. شکر ببین که علم شنگه رو انداختانا، هرکی شکایت داره وردش کلانتری. از قره آقایانو مخصوص کنی، آقایانو خلقت کنی، کلانتری همین نزدیکی هست. من فقط به این دو نفر مزنونم، با هیچ که دیگه کاری ندارم. خدا رو شکر خیالتون رسیده، از حلقومتون میکشم بیرون. یا لبی افتید که دو تازه خودم حاضر از همه خانم‌ها و آقایون معذرت میخوام. با اجازه شما خواهش میکنم، شما که گناهی نکرده بودین های راننده. خب خدا رو شکر چقدر جیب خالی کردین. سلام نانا، چرا زنجه میزده؟ دست به جلو. آره جانم چه کبوله عجب مردمونی پیدا میشم، روز روشن جیب مردمو میزنم. تو دیگه خفش و سرمنشهش خودتی. ترمز کن دیگه، وقتی میگم ترمز کن یعنی وای ساده دیگه، ما هم آدمی نازلاده. بریم طرف هتل. هتل نیرو هر خواهیم کسی هم راه نمایی نمی کنه. هتل نیرو هر برم. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. شما تو روزنامه آگهی کرده بودین که شاگرد میخوای. حالا من اومدم قربان. بله. قبلا کجا کار میکردی؟ تمام هتل های درجه یک پایتخت. رضایت داره صبح میارم. بسیار خوب، بس ترتیب کار قربان شما. بفرمایید. دیدم دارت بزنن، حفظت بکنم. شلوغ نکنید آقا جان، خواهش میکنم. شلوغ نکنید. شلوغ نکنید. جناب سروان صحبت سر پول 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 مصرف شید. ببینین چه شلوغ بازی در آورده. جناب سروان، حالا بپرسیم ببینین چقدر پول بوده. چی؟ میخوای چه کنی؟ ها؟ میخوای سروان دیده چه گفت پولای من پیش همینه. از حلقومت میگیرم. آقا بفرمایید بشینید، خواهش میکنیم. اینقدر شلوغ بازی در نمیاد. چشم میشینم، حتما میشینم. اینو من نشستم. جناب سروان پولای نازنینم، پولای نازنینم، پولا. پرونده این آقایون حاضره. بفرمایید آقایون، کارتون اینجا تموم شد. آقایون کارتون مربوط به دادسراست. بفرمایید. خب آقای میرزا جبار، شما اول بفرمایید از کدوم یکی از این آقایون شکایت دارین؟ همین آقای گردن کلوف. خفت میکنم، به خدا میکشم، خفت میکنم. ساکت آقا، این حرکات از شما بعیده. دیدم دارت بزنم. چشم میشینم. چشم. بله چشم. من
تو اتوبوس واسطه بودم، یه دفعه دیدم دستش رفت توی جیب من، همونجا مچش گرفتم، همونجا مچش گرفتم ببینم همین مچی، بله همین ساعت مچی هم به دستش بود، درست خودشه. جناب صدوان اصلا به ریخت من میاد که جیب بر باشم. خب اگه مچ گرفتی پولی هم تو دست من بود. بله جیبم هم که گشتی چیزی توش نبود که. پس به نظر شما این آقا پولای شما رو دزدیده؟ بله بله همین فرموده بودید عکس بیارم آوردم. بله معذرت میخوام، لطف کنید همین فردا تشریف بیارید، همه کاراتون حاضر. خدا من ندید خدا حافظ. خب میفرمودیم. بله همین گردن پلو نزاکت صحبت کنید. پس این جوونه برای چی آوردین اینجا؟ این پسره یه تخص پسر ناخلفمه. جناب سرمان بپرسید من چی کار کردم. چی کار کردی؟ جیب باباتو زدی؟ باباتو جیبشو زدی؟ من نمیفهمم چطور ممکنه دو نفر در آن واحد جیب شما رو زده باشن. آخی جناب سروان شما که خبر ندارید که همین نمک به حروم امروز صبح میگفتش که جای همه پولای منو بلده. حالا شم میگم بلدم، میخوای بگم جاش کجاست؟ جاش جناب سروان دارت بدنم. اصلا میدونید چیه جناب سروان؟ این قاتل منه، این اعدامش کنین، حبسش بکنین، بعد از دستن بهش بزنین، با اعمال شاقه دورش بزنین. اگه این کارو نکنین اول خودمو بعدم اینه میکشم. بسیار خوب، همه میکشم. پس که به این ترتیب نمیتونیم قضیه رو حل کنیم، باید پرونده تشکیل بشه. الباز مگس ها رو از دم بکشم. اوه این سگ مگس بود، بوی خرمگس، خرمگس خرمگس خیلی ببخشید، یه خرمگس رو کلتون بود. خب یادم سگ مگس برد چی میکنی؟ چقدر سگ مگس فرامونه اینجا؟ ببخشید یک شطور مگس، شطور مگس. آره آره پس تا به جای مگس کشتا باره نمک بره تو کتا. ایلا خب اول باید مگس ها رو کشت، باید نمک ریخ. اوه مگس سگ یلا شرسی باید یلا یلا این سگ مگس خر مگس این هم مگس. مگس ها کشته شدن، حالا بریم سر چشیدن غذاها. مثل من دیگه متخصص در ایران نیست. اوه خدا ازم تو خدا زلیلت من چقدر آقه مرحی چی خورده مردم بیچاره میدین؟ سر پنجاه تومن صورت حساب. دلم با هم خورد خدا، مردم باید چی بخورن؟ اوهی خب برم سر این ببینم اینجا. اوهی جیده تو واقعا تو وای وای این بدکتم. خب این چیه؟ لنگ جورا خدا زدی. اوهی من با هم خورد خدا. اینا قدم نمک قدم چین چین تنی پس ای پاشه نمک دردی بیا گلو بشم. خب باید روش یه کمی یونجه بدم این سبز بشه مردم بخورن به هر رو تیز بیافتن. اصلا چی کار داری میکنی؟ تو که همه غذاها رو خراب کردی، با تو هم کی به تو خواهد تو آشپز خونه؟ قربونش برم ملیه جونم ده. حالا مگه طوری شده خنگ خدا؟ با مسلمه غذا رو خراب کردی. سیبیلاشو نگاه کن ده. الان درستش میکنم، یه دقیقه صبر داشته باش. چی رو صبر کنم؟ همه رو خراب کردی. الان آب میدم رو یونجه، یونجه ها سبز میشه رو غذا، مردم میخورن بر رو تیز میافتن. صبر کن بعد تو صورت حساب بر 200 تومن. آره بزن چی میکنی؟ بس گفتم میخوام یارو آب بدم. من باغ نبودم، من چمن آب میدادم. آشپزخونم که بسته شد تو مال کار این بود. ای
من شما رو کجا دیدم؟ قیافت خیلی به نظرم آشنا میام. درسته داداشم، قیافه تو هم به نظر من آشنا میام. یادم اومد تو مدرسه با هم شاگردی بودی. تو هم آدم کله داری هستی ها، چجوری ما رو شناختی؟ راستی اون وقت اسم تو چی بود؟ عبدالله دیگه، تو مدرسه همه به میگذن عبی گره. شاید هم تو راست میگی، اسم منم موچوله. اونو که میدونه. پس بزن قدش هم شاگردی عزیز. ببینم تو هم مثل من بیکاری؟ آره، رفته بودی اینجا دنبال کار؟ آره، نمیدونم چرا هر جا میرم یا کاری به من نمیدن، یا اگرم بدم بعد چند روز بیرونم میکنن، یا ما خنگیم یا مردم مال شناس نیستن. ممکنه، قصد نخور، از امروز یه کار کاسبی با هم راه میندازیم. آخه چه جور کاری؟ ما که پول نداریم آقا بدالله. فکرشو نکن، خرید و فروش میکنیم، بارو بریم تا بهت بگم بابا. جنسش از کجا گیری بیارن؟ جنس؟ دیر میاد، میتونی آکات تانه شروع کنی؟ الان هوا گرم، کت میخوای چیکار؟ برو بابا مسخره بازی در آورده ای، این کت پاره رو اصلا کی میخره؟ من؟ چند میفروشی؟ برای اینکه کار را بیافته معامله اولین خودم باهات میکنم. دارا ببینم زود با بلکم، بلکم اصلا کتم نمیفروشم، چی میگی؟ چرا؟ مگه نمیخوای کاسبی کنی؟ پول خوبی هم بهت میدم، 50 تومن. نه صرف نمی کنه. مگه خودت چند خریدی؟ همین 50 تومن دیگه. کی خریدی؟ تقویینم 3-4 سال پیش. بکه بی انسان، یه کت خریدی 50 تومن، 3 سالم پوشیدی، حاضر نیستی به همون قیمت رو بدی؟ اگر قرار باشه همون قیمتی که خریدم بفروشم، پس استفاده خودم چی میشه آقا عبدالله؟ استفاده خودت هم همون 3 سالی که پوشیدی جونه. آو راست هم میگه. میگه قدم اون پنجاره ببینم، خدا بریکت بده. خدا ذلیل کنه، گه شدم نکنه کور یا آدم به این گندگی رو نمیری جلو پاد مردک. اماغازه بلندت بیرون هم کرد. چی؟ اماغازه بیرون هم کرد. خب چرا انداختت بیرون؟ دکاتو در بیار، اینا 50 تومن. حالا چه عجله ای داری؟ سب کن ببینم این آقا چی میگن. خب انداختت بیرون چرا؟ حالا واسه اینکه یه جا سیگاری 1 تومنی از دستم افتاده شکست، انقدر کدک انزد که داشت استخونام خورد میشد، تازه بیرونم هم کرد. حالا پس کی جایی تو کار میکنه؟ چه میدونم، یه بخت برگشته دیگه. اخ پس اون حالا دیگه شاگرد نداره؟ 50 تومن تو دست من پلاستید، کتتو داره ببینم. دارم نقشه میکشم، اصلا نمیفروشم. معامله 2 ساعتی که تموم شده، کتتو داره ببینم داره. چی رو تموم شده؟ میگم بذار نقشم رو تموم کنم، اصلا کت مال منه نمیفروشم. 60 تومن خریدارم، 70، 90، زد کتو در یال بابا. چرا همچی میکنی؟ مگه زوره؟ نمیفروشم. حالی چاد؟ کار پیدا کردم، اوستان مدترم، الان باید برم سر کار. میای زوری کردم، او عکسم تو کلش افتاده. بسیار خوب، پیداس آدم راستگوی هستی. امروز اینجا کار کن ببینم چطور کار میکنی. اگه از کارت راضی بودم فرض دامنت بیا سر کار. چش، خدا سایتون از سر ما کم نکنه، خدا انشالله این بشقاباتون زیادترش کنه. خب اسم چیه؟ شاکر شما موچول خان، سن 22 سال، معلومات کلاس دوم ابتدایی، پدرم عمرش رو داده به شما، مادرم عمرش رو داده به شما. خیلی خوب، خیلی خوب، من از آدم پرشونه خوشم نمیاد. بیا اینو بگی جنسه رو تمیز کن. یالا کار چوپری متوان خوب. چی کار میکنی؟ این کتی کثیف هم از تنت درال، یه رو پوش اونجا به میخاویزونه بعد تنش. چش خورم رو مخ خودش یه قلمه آشغال بود، مامان میگه کتت کثیفه. قربان، حالا این کار چوپریم چه تمیزه. حالا این پوش خوابه رو چطور پاک میکنم؟ تمام گرد خرقه رو از لاین لکخه پاک میکنم. تو هم باشم شیر بازی، یه وقتی من بوسیگراب بودم قربان. ببین یه برا عبدالله، ای 300 کد بخری بهت نمیدم، بی خودی مسموس نکن. میبینی که سر کارم مشغولم، دوستان میگم او دیگه او دیگه.
بله بهتره یه وعده مژدگانی به یابنده پول بدید، ممکنه زودتر به نتیجه برسه. آره پس بهتره من همین الان برم اعلانشو به روزنامه بدم. چقدر پول بوده بابا؟ میخوای چه کنی؟ ها؟ میخوای چه کنی؟ آخه پدر جون بدبین نباشین آقا، بالاخره برای اعلان در روزنامه تعیین اصل مبلغ لازمه. بسیار خوب تو منم یه چکه آمه. خیلی خوب حالا درست شد، اون 5000 تومن خوردش هم باشه مژدگانی. باز تو حرف زدی پسر؟ مگه پول علف خرس کر بود که از کیسه یه خلیفه میبخشی؟ جناب سروان اصلا نمیشه وقتی اعلام کردیم و یارو پولا رو آورد مژدگانی رو بهش ندیم و بندازیمش زندون. نه اینا جوان مردی به دوره، وقتی کسی 100000 تومن پول داوطلبانه پس میده این مژدگانی حقشه. روزگار بهت سیاه میکنم خیال کردی. سلام بابا. سلام و زهر مار باشه بابا. کلای نازنینم از بیندم دیگه، همین روز من شام داری نه نهار. نفهمیدم تو اومدی اینجا چیکار؟ یارو چی شد؟ نه تاسو یارو جاش محکمه محکمه اومده به دستانه بند شده باشه. بعد وقت میدونی چقدر پول بل کردی اومدی اینجا؟ چقدر؟ 100000 تومن جونو من رو آره. اینم آوا خوردن بفرمین. چنون پذیرایی ازتون بکنم که هیچ کس به عمرش نیده باشه. خب رد کن بیا لیوانو سر بودیم 20 گلدون بله؟ بسیار خوب. چند ساعت 4:30. آهای پسر مگه نمیبینی دارم کار میکنم؟ حالا چه موقع میزبان کرده؟ چش قربان دستتو بکش کنار. خب تا سر ساعت 5 بعد از ظهر میفرستم براتون بیارم. خاطر جمع باشین قربان. متشکرم. راستی 20 تا بشقاب اضافه شده. بذار سر جاش پسر، اگه یه دفعه دیگه دستت بیاد رو میزنن با همین قلم چشمات میارن بیرون. چش قربان. شما بفرمایید. خاطر جمع باشین. خدا خوش اومدید. مرحبا. قربان خیلی ببخشید بهتون بد گذشت. از این درواتو رو به خدا نشین بیارید. چیه؟ بیا ببینم پسر. بله قربان. بعدتر رو که مشتری خواسته دونه دونه میخونم میکنی میچینی زمین تا بفرستم براتون. چش. اول چه؟ 20 لبتق بشه رو زمین. چش قربان. پسر مواظب باشا، هر دونش به اندازه هیکلت میارزا. چش قربان. به دومه تا تر بزن. این یام این چهار بخشینا که دیم پکن. یک و دو سه و چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پانزده شانزده هفده و نوزده نوزده بیست و بیست و بیست و یک بیست و 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 ثواب داره. هشت و بیشتر بدیم موشه راضی برمی حاضر قربان. دو بومیشم 20 تومن. چش اینم 20 تومن. یک و دو سه و چهار پنج شش هفت هشت نه ده یازده دوازده سیزده چهارده و پانزده شانزده هفده و هجده نوزده بیست و 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 درست بشمار. چش خوبا این پونزه و این بیتاد آبا اینم بیتاد هیوان. یلا درست بشمار. چه چرا همچی میکنی؟ چرا میچرخی دور خوده؟ حکم قد از اولش اینا خود بود. برو برون نمیرم. حقوقم بده. چه حقوقی؟ چه حقوقی؟ تو بهانه میگیری شاگه در رو در میارم. نمیتونی چیار میکنی شهر هرته؟ باید ما این 15 روز رو به هم بدی. ایچه یا کردی پدر در میارم. میزنم ات خاک بستر من میزنی. آره اگه گیرت بیارم خفت میکنم. هر جا ببینم ات نیست برام دست پاسبان میدم زندونیت کنن. سلام علیکو. چی شد؟ فرار کرد؟ فرار کرد. ساز میخواستی چیکار کنه؟ احمد کیفو همراهی خودش برده. چی؟ دزدی؟ باره بابا چه کیفی؟ نه بابا بیبریم تا گمش کردیم. خیالت راحت باشه الان گیرش میارم. اینم کاسمی امروزمون. نمیدونم سر صبح تو رو کی نگاه کردم. کوش کجا رفت؟ کجا رفت؟ من دارم از تو میپرم. اونها کوش این برش آخه بله حالا درست شدم. اینی جی گلوان آخه برم آخه این چه بوی میاد خودم مردم از گشنگی. آخه کجا در رفتی؟ گفتیم بعد از قرنیه رفیقی پیدا کردیم و میریم با هم یه ناهاری میخوریم.
راستی یکی از رفقا رو معرفی نکردم، رئیس شرکت کیست 109 با مسئولیت مسئول مرگ من پسنده. این چاکر شما موچول خان خوشبختم، اسم من خوشنگه تصدق دو. خب حالا باید چیکار کنیم؟ به کجا بریم؟ به چه گوییم؟ هیچی، بریم تو این چلو کبابی به سلامتی این دوستی یه چلو کبابی سیری بزنیم بخوریم. بفرمایید آخ قربون هر چه با اوه رفیقم، رفیق قدیمم، اوه خوشا دیدم. سلام جونم، بفرمین اون بالجا هست، بفرمین. اسم این رفیق من چی بود؟ نمیدونم، نمیدونم. اصلا دماغ نبود؟ فکر نمیکنم، فکر اصلا بیماغ نبود؟ ها چرا چرا، خواهش میکنم، بفرمین. چی بود؟ نذارم این داداش چی اینجا میبینم؟ جونم داداش تو گارتون بود، ما نمیدونه اصلا این واقعه. بفرمین بپر چلو کباب سلطان. آه حجت ده تا پاشگاه از اون وزر واسه آقایون زرد بیدرمون مثل دیب تنورم جاگه. خب مچول خان، میدونی ما از بچگی با هم رفیق همینطوره، دو تا دوست جمال ماست. مثلا امروز من پول ندارم، میرم پلوی عبدالله، میگم عبدالله پول پله چی داری؟ دست کنه تو جیبش، یه قلم به اسکراس همینجوری میریزه رومیز. روزی دیگه اون نداره، من همین کار میکنم. همینطوره، خلاص با این شخص در نمیمونی. آره خیلی خوبه، اما حیف که من هیچ وقت پول ندارم که جیرینگی بریزم روی میز. اصلا ای به خر اینجا داره تو لوتی گیری که دیگه این حرفا معنی نداره. کوچج رو کو، اصلا هر کی هر چی داره میریزیم رو میز و سه قسمتش. بله من که گفتم پول ندارم، تو رو به خدا خجالت هم ندیم، من حتی سن نارم ندارم. خب لباش لباش بده اینجا، علوف هم بده، علوف بده، سبزی بده، بده اینجا درست کنم. الان ساندویچ درست میکنم. خب تو با من یا بهش بگو پولاشو رو کنه دیگه. باشه مچون خان، اجازه میدی پولایی که تو جیب این رو پوشه ما دراریم و رو کنی؟ آره 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 رو کنی، رو کنی، اگر پول بود رو کنی. آره 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 پول داری 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 چه بودی؟ به روغن سوزی افتادم، خستگی مردم. آخه جون من خجالت نکشین، خوب جیباشو بگردین، شایدم توش پول باشه و ما نمیدونیم. خب پس راستشو بگو، شما پولاتونو کجا میذاری؟ من؟ الهی شاکره. الان بهتون میگم، من پولا میذارم توی این جیبه. پس حتما پولا تو خودشی ممکنه. چیه؟ چرا فکر میکنین؟ بیخگوشی هم داشته این؟ بسیار خوب. راستی مچول خان، درست میخواد پول دار بشی؟ البته. حاضر یه شرط ببندی؟ چه شرطه ای؟ بهش بگو چیه؟ آقا مچو، تو میتونی چه شرطو ببندی و غذا بخوری حرفم بزنی؟ این چه کاری نداره که، از همین حالا شروع شد. شرطی 100 تومن بفرمان. پس من هر سوالی ازت کردم باید جواب بدی. ماهی اینه که تو تا حالا پول تو جیبای کتت گذاشتی؟ گفتم که نه. آخه خدا جونم، نباید من به ترکم. آخه راحت شدم، حالا میخوام براتون بگم، اما خیلی خنده داره ها.
کته نه اینکه جیبه سوراخ بود با بر بچه ها سوراخ جیب میرفت تو آستر کت اون پاش عقل جن بهش نمیرسید وقتی سیبا تموم میشد و همه بچه ها پخش و بلامی شدن من سیبا رو یکی یکی از آستر کت در می آوردم و میخوردم ایداد و ایداد عبدالله خان مثل اینکه من شرط رو باختم چون همش حرف زدم عبدالله خان چرا جواب نمیده ای؟ بگوشم عبدالله خان بگوشم چرا جواب نمیده ای؟ عدالله موشور خان چشمات و آگان پس اینا کوشم تالا من با صندلی ها حرف میزدم قربون بله دیگه برمیگردم کس دیگه من نره خوشش نمیده اگه این رفقا بر نگردن تو که پول نداری حساب میزو بری آی گارسون بیا بله عربا خوش بده یه نکبا بینجا جونم بفرما راستی جناب آقای گارسون اگر یه منیچی بیاد اینجا نهارو بزنه و پول نداشته باشه بخواد بره چی کار شما میکنی؟ اصابش روشن قربون یه پارچه که 5 تومنه خواه ای پولشو نده 25 تا کشیده آب در نوشو میکنه خب سلطانیتون چنده هم؟ 50 تا کشیده یا 10 تا لقد محکم جوشی کم کباب خوبیده؟ دو تو مشت محکم تو مخ دو خفاف داریده 5 تا فس گردنی خب ببینم شما پول نمک و فلفل و آب خوردنم مگه حساب میکنیم؟ پولی باشه نه اما اگه بخوای کتکی حساب میشه هر کدوم دو تا کف گرگی خیلی گرونه غذا هاتون مایه کاری حساب کن که از این به بعد ما بیایم مشتری بشیم یارو که بسه حالا چیکار کنیم؟ ببینم بیا بله قربون ببینم داشتی مغازه کیوا میکنه امروز که نمیاد فردا هم که جمعه رفت تا شنبه باز بریم شنبه بیا تازه شنبه هم که بیایم یارو کتو به ما نمیده که خرجمون خیلی زیاد شد باید تا شنبه یه جوری سرشو گرم کنیم بزن بریم من گوشم ماساژ بدم آقا جو دا بعدت داره بخواییم بریم حساب چه بشه حالا چه عجله ای داری سب کن دبیان ببینم اینا فاملات بودن نه همین امروز با همه آشنا شاده ایم تعارف کردن بفرمایین نهار ما هم اومدیم بیچاره ها خیلی هم برای من ارد دادن بعدم دارم بچه خواب اب نداره آه. حالا شما حساب میزم بدین تا دیگه گلای مردم آقواز نخوره 50 جوه حساب تو میشه مگه کی تو؟ گفتم مهمون اونا بودن حرف دهنه تا بفر آتی بزنیم آتی بزنیم نارد نشو هرچکی یه چون از حساب تو کم کنه یعنی کنی جناب آقای گارسون میدونی راستش اینه که من یک آیم پول ندارم اونا منو بز گیر آوردن و بردن اون تو بابا رو کتک خوردن آتر شو صبر کن ببینم بابا چه این میگم تو هم زود دست شو بلن میکنه بالا با این چیزا سرمون نمیشه یا حساب یا کشیده میدی یا نه 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 آره نه نه آره نه بذار زکوت میگیم بچه بینیزه تصویح حساب کنه بابا جون آب رو ریزی نکن خودت یه جوری سر قضیه رو ماسمالی من نمیتونه تنه سر قضیه رو ماسمالی بکنه هدی قربون هیکلت برم آیه خورتومزاده پس یه دقیقه صبر کن من فکرام بکنم ببینم چی خواهی میتونم به سرم بریزم خواه چی سراخ دماغش خواهی بشم آی خورتم زده اونجا نیا کن ببین کی با شما کار داره اونجا نیا کن نیا کن وایس لالیلم آخه خسته شدیم آخه ناچسا یه نهار به همون دادن از دماغمون داره بردن میرون بیا جناب چی بابا 2 ساعت داریم آدم رفیقشو میذاره گره و در میره با
بابا گلی به گوشه جمالتون نالو جان نهارو خوردی ندر رفته این یارو قول نزدیکون منه بخوره ای خیالش خیالت راحت باشه 25 چوب حسابش بود هوشنجون تمامش رد کرد مگه نه هوشنگ خواست بله بله همش رد کردم بله جون من راز میگه این جون تو والا دروغ هم چیه پس چطوره حالا بریم یکی یه جوب کشته مهمونش کنیم نه بابا رفیقمه خوب نیست آره بابا من دلخور میشه باش من بخشیدیمش در عفو لذتیست که در انتقاد نیست حالا چرا وایستادیم بزن بریم جونم کجا؟ ما که تو رو جای بد نمیبریم تب 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 آره بریم بریم را بیام زمو کار کرده دیشو نگارم زمو کار کرده دامن ز اشکی دیده تر کرده خیلی خوب این عرضه ها ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکن آزارم ما که کوه و صحرا رو زیر پا دارم عزیزم تو دیگر مکن آزارم ای بی وفا یار بی وفا یار آرزوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زمان سواد بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بی نداره بابا حال مبد نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی مبد نکردم عزیزم به حرف دیگرون کردی بی وفا یار چارزوهایی که به دل دارم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم خدایا نمیرم تو نظر بمیرم میخوام زیارم متقاط بگیرم بهشون کامل بشو برای اینکه بتون از اون وقت حالا فکرم معلیه این این عرقی که ما بهش دادیم عرق خورش هم دریوری میگفت این که خیلی جوجه است تفلی
حالا بازی تو بکن تا بلند شد عرق تو گلوشه. ملی جو شربت چی بهش بده پشت بود چطوره بچو؟ برو الله برو عجب شربت خوشمزه ای بود ملی جو. ملی قرونه برم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای با امیده تو. اوه اوه چه خوب شد اومده. سلام و زهر ما رفیقان تا من پولو دادم گفتم برو پول ظرفای کشید بده. من به خدا نفهمیدم غلط کردم. اینم لباساتون قربانم کردم. اجازه بدین وایسم سر کارم. نه خیر لازم نیست. خیلی خوش خدمتی کردی. یالا برو رام شو. برو ببینم. قربون شما من برم پس لباس خودم بده رام بکشم. بفرمایید. این کت پوست خزتون رو بردارین گورجونی گم کنین. خیلی خوب. یالا. من میگم وقت اومد هیچی بهش نگیم ببریمش یه جای خلوت کتش رو تنش داریم یه کتک مفصلم بهش بزنیم اونا هاش اومد بریم. که بارم جبار اینا چیزا این که چیکار کنی؟ برو بریم تا در نرفته بزور اومدم مجور از هرم بزور بیمارفتون مال مردم خواد بالاخره یارو میاد. بس کنداشتم بیخواد تو تو کسیف نکنه این مردم حالا برن برو این بیرم بیخواد خدا کردم میتونه عروچینه را برن. اوه که تو همین کچه اومد. آره اما چطور شد قیمت زد؟ اینجا کجاست؟ اینا چی هست؟ نکنه اینجا دیوونه خونه باشه؟ حتما دیوونه خونه است؟ دی اوه از گیری دوزا در رفتیم گیری دیوونه ها افتادیم. خب بهتر جای ابدی خودمه بلخم. ای خدا چقدر اینا خوشمزه‌ن. عید فیلی بچه فیلی ای با اینا دارم میام برم لای دیوانه ها برو بخورن آقای دیوانگان سلام اینا دارم میام اونا منو تو خودتون جا بدن Yeah.
نباشین، پولاتون پیدا میشه. همونطور که گفته بودین تو روزنامه اعلام کردن و وعده مژدگانی دادن. مژدگانی دیگه چرا وای؟ حالا چقدر وعده دادی؟ هیچی، فقط 5000. ای خدا جونم مردم، 5000 تومن. خدایا خدا جونم، خدا جون منه بگیر، حتی این به سر کراستم کن. هیچ میدونه چیکار کرده؟ با هر یه تومنش 5 دفعه میشه سوار اتوبوس شد و دور تهران رو گشت. 5 تا میشه 25 تا، یعنی 25000 تا بلیط اتوبوس تا آخر عمرت هم اگه سوار بشی تمام نمیشه، تمام نمیشه. حق با شما. همین الان تلفن میکنم میگم مژدگانی رو چاپ نکنن. اصلا می نویسم هر چی پولو پیدا کرده تعویض داد باید 5000 تومان دادنی باشه. احسنت، احسنت، حالا فهمیدم که حلال زده هستی. آقای دکتر، حالا که زحمت کشید رو تا اینجا تشریف آوردین، نگاه کنیم ببینیم من آپاندیس ندارم. گاهی این سر دلم همچین سنگین میشه بعد از غذا. خاطرتون جمع باشه، کاملا معاینه کردم. ناصر جون، زبونتونشون آقای دکتر بده، شاید رو دل مدل داشته باشی. نه من حالا لازم نیست، ماشاءالله آقا زاده از بنده سالم تره. خب اجازه مرخصی میفرمایید؟ اختیار داری، خواهش میکنم. فردا به شما یه سری میزنم. نه 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 نه، شما زحمت نکشین، ناصر خودش میاد خدمت. بله بله، البته فردا دیگه ویزیت نمیخوام، همینطور دوستان خودم. بله ببخشید، دوستانه. بله بله، هر روز میتونین تشریف. بله منظور پدر همینه. لطف شما زیاد، خیلی خوش آمدین. اگه همه کارا رو بشه اینجور مفتی تموم کرد خیلی خوبه. آره خیلی خوبه. از اومای پولام پولای نازنینم.
تو این دوره جوونه من فکر نمیکنم به 20000 تومن مهریه زیاد باشه. ما تموم شرط و شروط شما رو قبول داریم، اما فقط 20000 تومن مهریه خورده زیاده. معلومه که زیاده ننه جون، یعنی 20000 تومن مهر، 20000 تومن هم جه بی لطفی میفر جاهای نقد باید خرید، اما مهر نشیش. حالا ما دو از شما پول نخواشیم که فرق نمی کنه که وقتی تو قباله نوشتن دیگه به گردن دوماد با. درسته، اما ما دیگه کمتر از 20000 تومن قبول نمی کنیم. مگه دخترمون چه عیبشه که مفت و مسلم بدیمش دست مردم؟ اوهو، حالا دیگه ما مردم شدیم. چطور تا یه دقیقه پیش دوست جون جونیتون بودیم؟ ما هم نمیتونیم همینطور ساکت بشینیم و مردم کلامونو بردارن. یه پسر مثل دسته گل دارم تحویلتون میدم. ننه جون ناراحت نشا، این دختر نشد یه دختر دیگه. خانوم شما اومدین بله بری یا اینکه اومدی هزار تا نسبت بد و بیرا به ما بدین؟ الحمدلله دختر ما هنوز ترشیده نشده، هزار تا خواستگار داره. داره که داره، پسر منم هم همینطور دهنش بوشیر میده. بابا اگه این شاخ شمشاد دهنش بوشیر میده پس بابا دختر منم پرداخیه. بابا کنون دیگه آخرش این جنو کار خراب میکنن. آقا جون با شما دختر منو میخوای یا نه؟ البته که باری کلا بیش هزار تومن به مهرش میکنی یا نه؟ نه همچین چه عجب بساطیه. ننه ناسلامتی صابخونه است. آقا من میجاد عروسی دخترمونه ببرمین دهنتون شیرین کنیم. خواهد که وقت عروسیه باید عزاداری کن. بفرمایید تو اتاق، برای حال شما خوب نیست که عصبانه میشه. پس این سگای هرزه برد و ساکت کن. کلم بود شد، کلم توش بود. مرسی که خجالت نمیکشه، هرچی از دهنش در میاد میگه. پسری گردن کنم همچون نشستی هرچی دلش بخواد بگه. الان از سبیشو میرسم. آی مردم، من از مریخ آمدم، ده دقیقه رفتم به مریخ آمدم. اگر جیش بذاریم میرم به زحل، اون خیابون رو ببینه. این خودم اتومبیل ها تمام زیر پای من، خیابان تمام زیر پای من. چقدر دیدار در فضا. آخی چه احساس بی مخی میکنم بی وزنیم. خدایا ای کاش نمیشونم در آسمان ها باشم. جز این سیاره چه میشه؟ ایچه ای بچه ها بله نگاه کنی. بچه ها منم موچون شما. آمدم موچون خودتونه. بچه ها الان میام پلوتون، غصه نخورین. من همون موچونم که عذیتم میکردین. ببینید بچه ها درست.
خانی جبار جون، خلاص ما فقیر فقرا ها هر عیبی داشته باشیم مال مردم خور نیستیم که نیستیم. آره پدر جون، حالا موقعش مژدگانی که قرار بود به موچول بدیم. مگه موچول از امروز جای پسر منه، این خونه مثل خونه خودش میمونه، تمام حساب کتابای خودم رو میسپرم دستش، هر آرزویم که داشته باشه خودم براش برآورده میکنم. اونی بی جبار جونم نرمه میخواستم با اجازه شما همینجا ملیه جون از پدرش خواستاری کنم. دخترم اجازه داد خودش میامی جبارم جای پدرشه جانم. ملی جون خرمون چشم دختر خجالت بکن. ملی جون یه تخ کفتر بده پدر زبون چاش قرون و مجاهد دارم قرون میدید. بجن چه قرونه؟ یعنی چشمن داره دختره رو خیلی کنه. نینیشو ببین، میمیرم بر اون نینیت. با اجازه پدر مادر هلو باشه، جلا مبارکی تون باشه، جلا مبارک باشه. شیشم که خونه رو باش ببین، دخترم رو نمیدم. حساب حساب کاکا کاکا بی کاکا بردرم بی بردر من حرفاشرم نمیشه حرفا میشنه. آی باری کلا قنچه لب لا دوست دارم خیلی دارم خیلی. آی با تو هستم دخمل شیطون. یه لیلی یه لیلی یه لیلی یه لیلی. وخ که تمام شد کار عروسی مفتی و مجانی بدون پول، دخمل سبز یار با مزه ابرو بادم جانی ابرو بادم جانی. شوخی کردم و بهتر نکنه یه وقت معامله رو به هم بزنی. عجیب پول و مولش رشی تو هم که دختر شوری دادی. من از تو ممنونم بابا، به دختر از تاج سر دادی. بیا کنارم شوهر جونم، به من تو جامعه شکر دادی. اومد مجول خان ملیه جون، نخورغم این جهان دون. اگر چه تاج سرت منم، تو هم عزیز جون شدی زنم. همینی تو زن من یا یه من اشتراح نشه. داریم میریم توی قریم، همه خوشیم تو خشخشیم. بار زمان را ما دیگه نمی کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم. داریم میریم توی قریم، همه خوشیم تو خشخشیم. بار غم زمان را ما دیگه نمی کشیم، نمی کشیم، کشیم، نمی کشیم، نمی کشیم. بار غم زمان را ما دیگه نمی کشیم.